فراجا خوبی؟ سلام. چطوری؟ مرسی. خوش اومدی. مرسی. حالا چطوره؟ مرسی. خب فضای ما که اذیتت نمیکنه. شکم استرس. داری یه ذره استرس داره؟ ولی به اندازه‌ای که قبل از برام استرس داشتی که نیست دیگه. نه، کمتره. اومدی تو راحت‌تر شدی ها؟ بله. نظرت چیه راجع به دکور و فضا؟ خیلی عالیه، خیلی خوبه، خیلی توش احساس آرامش. خب خوشحالم که اومدی تو صحنه‌مون، یه ذره استرست کمتر شد. همه چی خوب؟ بس خوب. از کجا بگیم؟ ما قرار بود که یکی دو سال بود دوست داشتیم که با تو یه گفتگویی بکنیم. پارسال قرار بود این اتفاق بیفته که از این حیث خیلی جذابه این ماجرا، چرا که فرهاد فکر میکرد که ما میتونیم یه کاری بکنیم در یک برشی از زندگیش و اتفاقا دخالت من و ماحصل همه چی رو خرابتر کرد و خیلی از بچه ها مخالف بودم و راجع به موضوع حرف بزنیم. برای من خودم خیلی جذاب بود که ما همیشه ادعا می‌کنیم خیلی گره‌گشا بودیم و تونستیم گشایش را بندازیم، آدم‌ها رو به هم دیگه برسونیم. یه جایی تو از ما کمک خواستیم، ما ورود کردیم، بدتر شد ماجرا. من خودم سورپرایز شدم، چون فکر می‌کردم که همه چیز خوب و عالی بره جلو، ولی خب متأسفانه اصلا به جایی تو نشد. بدتر شد. آره، یه مقدار همش بالاخره ضربه زد. راجبش حرف می‌زنیم با هم دیگه. حتما. بریم تیزر قصه امروز با هم دیگه تماشا کنید. به یک دستمایی برسین از ماجرا و داستان و قصه امروز. برگردین خدمت شما هستیم. اگر به ما هستن چی میخوای بینیم؟ آشنای من با فرهاد جان خیلی اتفاقی بود. من گفتم میخوام ازدواج کنم، بعد شما گفتم خب این تصمیم خیلی خوبه. تریچر کولین. نه، من هم خواسته بود به خاطر ما هستن. سفر فرهاد ایرانی دست بردن دوستان. من فکر کنم احسان علیخانی کلیده ولی بعد هم گفت کرد اصلا. فرهاد ایرانی خواهش بکنم. شعر فرهاد یه جوریه که شما در جلسه اول دوم که می‌بینی قبول کردنش راحت نیست. بزرگترین هدف هم اینه که هم در واقع مریضه رو به مردم دنیا، مردم ایران برسونم. این بیماره استخون گونه رو ندارد. این دولین ذهن منه. من قایل نشدم. من چون باید عکس بگیرم مجبورم برم پشت تو بگیرم. فرهاد حق داره زندگی کنه. اگر ازدواج قسمتی از زندگی، پس حق داره ازدواج کنه. مشکل داشتم که کسی نمیپذیره، مجبور شدم که خیلی ترفند رو بزنم. زشت کلمه هست صرفا، میتونم بگم که فرق داشتم. خوشحالم که فرهاد از این کلاه اومد بیرون. کارت به نگه لحظه. خوش آمدید مجدداً. فرهاد عزیز مهمان ماست و همین باز این لابلای تیزری که از داستانش داشت پخش میشد داشتم باز بهش میگفتم که استرست کمتر شه چون صداشم آرومه، دم افطارم هست، فشار همه هم افتاده. فرهاد یه ذره دیگه این ریتم رو ادامه بده، من یک چرت مکزیکی خوب میزنم، بچه هم پشت دوربین نمیدونم چه اتفاقی براشون میفته. فرهاد کی و کجا به دنیا اومدی؟ در تهران سال 64. بعد توی خانواده تک فرزند بودم و این که خب تقریبا 4-5 سالم بود که خب بچه 4-5 ساله دنیاش همون کوچه و پارک و مدرسه و حالا چرا اون... تک فرده این خواهر برادر تو اصلا نه نه نداشتم تو همون حالا در واقع حالا هوای بچه بود متوجه شدم که چالش خیلی بزرگ دارم و اینکه به طور مادرزادی چهرم فرق میکنه با همه. یعنی اولین باری که فهمیدی با بچه هایی که باشون همبازی تفاوت داری 4-5 سالت بوده؟ بله 4-5-6 سالم بود که دیگه کم کم به حال کوچه و فوتبال و اینا، ولی باز خیلی متوجه نشده بودم، یعنی عمق
در واقع فاجعه رو هنوز حس نکرده بودم، هنوز خیلی خوب بود همه چیز، تا اینکه مدرسه رو و اینکه تقریبا 2 سال بود که اسم من رو نمی نوشتن و خب مادرم، خصوصا من و مادرم با هم این مرضی رو داریم، یعنی ایشون توی خانواده 6 نفره بوده و فقط خودش در واقع این اتفاق می افته که در واقع جهش ژنتیک هستش و از هر 50,000 بیبی، از هر 50,000 کودک 1 نفر اینجوری میشه. 50,000؟ بله. و آمارش خیلی پایینه، یعنی خیلی نادر مرضی و خیلی از دکترها و اینا که من میرفتم اصلا نمیدونستن، بکنم سوختم، بکنم تصادف کردم، ولی کاملا نادر بود. یعنی این در واقع به قول تو این بیماری به طور ژنتیک از مادر تو به تو میرسه؟ بله، دقیقا. که از هر 50,000 نوزاد، آره، یکی ممکنه که مبتلا بشه به این بیماری. چیه دقیقا بیماریه؟ فقط توی شکل گرفتن در واقع عضلات و قضوف صورت فقط تأثیر میذاره و اصلا هیچ در جای دیگه تو درگیر نمیکنه، حالا حسی، هوشی، پا، دست، فقط شکل گرفتن صورت همین. آه، این بیماری فقط و فقط روی صورت تأثیر داره؟ دقیقا. با صورت چه میکنه به لحاظ عضله و استخون؟ شکل کامل نمیگیره، فقط کامل شکل نمیگیره، گونه کامل شکل نمیگیره و حالا نمیخوام جلوتر برم از همینجا که خب 2 سال طول کشید که اسم من بنویسن. دیگه آخر مامانم مجبور شده بود که بره دکتر تست هوش بگیره که آقا این هوشش اوکی، اینم امضا، اینم فلان، اینم اینجوری. آه، مدرسه تو رو ثبت نام نمیکنه؟ نه. چرا دلیلش چیه؟ بخاطر اینکه میگفتن که اگه بیا، اول که میگفتن تمام مشروعات بره، مثلا این در واقع مشکل داره، این اصلا اصلا چیز نیست، مردود ذهنیه. بعد کم کم گفتن که اگه ثابت کرد که مردود ذهنی نیست، گفتن که نه، بچه ها میترسن اگر این بیاد. آها، این بهونه مدرسه این شد که بچه های دیگه از تو میترسن و تو رو ثبت نام نکنن. دقیقا. گفتن و هم مثلا بغل دست چه گناهی کرده و خیلی سخت بود دیگه. 2 سال خیلی در واقع چالش بزرگ برای مادرم بود، چون من بچه بودم، خیلی نمیفهمیدم چیه داستان و اون هم چیز نمیکرد که من خیلی متوجه بشم. یعنی تو مجبور شدی 2 سال وارد مدرسه نشدی؟ آره، ولی سال اول که نرفتم، سال دوم یه معلم گرفتن توی خونم، من فکر کنم مدرسه اونه، اصلا فهم که یه تصویر مدرسه. آره، اینه که معلم بیا تو خونه، بیا تو خونه تک تک صحبت کنه با بچه ها. خب تو همون مدرسه 2 سال تو رو ثبت نام نکرد، تو کوچه میرفتی و بچه ها بازی کنی؟ آره. پارک فلان اینا؟ کمانوش میرفتم. کم کم دیگه مدرسه که شروع شد، واکنش بچه ها قبل از مدرسه به تو چی بود؟ چون هم محلی بودیم، حالا نمیخوام خیلی توجیهش کنم، ولی خیلی بچه بودم تو اونجا، من از مدرسه خوب دیگه ضربه ها تو ذهنم پر رنگ شد، چون بازم من خیلی کوچه با اینا نبودم، ولی پلی‌استیشن بود و اینا سرم گرم بود، ولی بیشتر تو مدرسه ضربه های دیگه فهمیدم که من تو دنیا. فقط بچگی تو پلی‌استیشن کجا بود؟ من آتاری بود. آتاری بود؟ آره، هواپیما که بنزین تمام میکرد. یه لحظه، آره. اون بازی میکردی اونا؟ بله. چقدر بازی تو مخی بود. بله. خب؟ بعد اینکه خب مدرسه که رفتم، خب چیز بود دیگه، یعنی واکنش ها خیلی هیجان انگیز بود، میترسیدن، ولی اونا، ولی من که دردناک بود، میترسیدن یا مسخره میکردن یا عجیب بود، اصلا یه چهره بود تو گفت تو چجوری اصلا آدمی، تو اصلا چه قیافه دست و پا داره، اصلا اینقدر سوال بزرگ بود، من یه وقتی دلم میسوخت، گفتم که حالا یه خاطره ایدم دارم اگر که تقریبا سوم خاطره خیلی خنده داره، سوم دبستان بودم و رفته بودم توی همین آبخوری مدرسه که یکی از دوستان هم بچه ها اومد سمپم و خیلی جوری به من نگاه میکرد که هم دوستش به من بدون من خیلی کنجکاو بود بیشتر تا اینکه بخواد
بترسه، یعنی خیلی دو کم پیش می اومد چون همه می ترسیدن یا گاه تو درختان یا اصلا نمی اومدن. من رفتم جلو بهش گفتم که نزدیکش شدم کاملا انگار که شما یه حیولا بزنن جلو، یه قدم بیاد جلو شما یه قدم می ره عقب، اینجوری هم من می ترسید. و من آروم بهش گفتم که می دیدید من چرا این شکلی هم؟ بعد گفتش نه، گفتم که من از فضا اومدم. بعد گفتی من از فضا بعد آره گفتم من از فضا اومدم. بعد گفتش بعد نزدیک شد دیگه نترسید، چون توجیه شد، چون دلیل پیدا شد که این خب این چون از فضا اومده این شکله دیگه ترس رفت. بعد اومد جلو دست رفت به صورتم، گفت چه جالبه، دیگه جالب شد چون یه فضا اومد، یه آدم فضایی. بعد اینکه خب تو همه خونه ماها در شصتی ها همه بکنم شما همینطور یه دونه قوطی آهنی بوده که توش پر دکمه ها بوده، مامانمون همه همون داری میخواترم. من یه دکمه بود خیلی عجیب بود، این قرمز بود، این الماس بود، یه چیز عجیب بزرگ بود خیلی برای من اون موقع عجیب بود. فردا شد اوکی شده این پلان فردا. فردا اومد گفتش گفتم میخوای بیای فضا با من؟ گفتش آره. چجوری؟ اون دکمه رو بهش دادم، گفتم که ساعت 2:30 بگو که خاک پسرم خاک پسرش. گفتم این رمز داره تو بگو. بعد فردا شما خوشم نیومده، گفتم ساعت چند؟ گفت دورو. گفتم نه رس دو. بعد دوره فردا شما خوشم نیومده، گفتم ساعت هم با هم فیکس نیست، تو دو نیستی من فلان. دیگه یه هفته ادامه داشت تا بعد یه هفته دیدم مادر پدر اون بند خدا اومده به ناظر میگه که بچه ما دیوونه شده، شبا میگه خاک پسر اون خاک پسرش، این داره چیکار میکنه؟ حتی دیگه من چجوری به ذهنت رسید بگیم آدم فضاییه؟ من واقعا به خاطر اینکه انقدر نگاه ها عجیب بود قطعا آدم فضایی بودم، چون اصلا نبود برات اون موقع شرایطت از الانم یه ذره بله چون من یعنی بیشتر بود، چون تو بله. چند تا جراحی هم میکنی بله بله. این استخونای گونه و بله. فک و صورت بله. خب این البته عملایی که آدم سالم الان همه انجام میدن، ولی خب خیلی روتین بود اون کاری که من انجام دادم. آره عملا که اصلا بله دیگه خوراک دیگه. الان شما به طور ویژه تو تهران راجع به عمل زیبایی میزنی بیرون، جدیدن احساس میکنی چقدر خواهر برادر زیاد شده تو تهران، یعنی یه جوری شبیه همان دختر پسرا بیشتر خواهر بیشتر شده. آره یعنی انگار که دکترها یه شابلون دارن میذاره یا علی مدد کارا رو انجام میده، همه شبیه هم دیگه شدن، اصلا دیگه تفاوتی توشون وجود نداره. دقیقا من تا یه جای حالا از این عمل هم میتونم بیام عقب‌تر، اون زوده که بهش برسیم. دقیقا توی مدرسه یه ماجرای عجیب تو تعریف کردی برام، یعنی ببین انقدر تو واکنش گرفته بودی از محیط پیرامونت که من عجیبم، من متفاوتم، چرا آدم ها اینجوری خطا به قول خودت من آه. ترسناکم، چرا آدم ها این شکلی نگاه میکنن که یه بچه 8-9 ساله سراغ یه فانتزی میره که من آدم فضاییم اگر این شکلیم، و اتفاقا این گارد آدم ها رو برای تو باز میکنه توی مدرسه توی کلاس و اینا بچه ها تو رو پذیرفتن؟ خوب بود به خاطر اینکه من فقط کافی بود که توی 5 سال دبستان فقط یه نفر دو نفر دوست داشته باشم، خیلی توقعی نداشتم که مثلا با همه دوست بشم، چون به هر حال میدیدم اکسان عمله رو و واقعا خیلی سخت بود که بخوام انتظار داشته باشم که بخوام با همه دوست شم. مثلا این من در خودم حداقل این انتظار رو توی اون بره از زمان خوشتم که تو یک دوتا همین دیگه بیشتر میترسن، نه بسه بیشتر از این ادامه یکی دوست پیدا کردی؟ آره دوست خیلی صمیمی که سالها با هم دوست میریم خدا شد. خب مدرسه خیلی دردناک نداشتم، بعد بازم آره من میتونم احسان صدا حتما احسان من بازم نفهمیدم وقتی رفتم دبیرستان و دیگه مسئولیته و دیگه یه مردی که باید
بره تو دل جامعه و اونجا دیگه خیلی وحشتناک شد همه چیز. فرات سوال نداشتی راجع به خودت؟ یعنی نمیگفتی چرا یا از مادرت سوال کنی که مادر تو هم چرا این سوالا رو توی بره دبیرستان و چون دیگه بزرگ شده بودم و اون بچه بود که حالا من شکل دیدم رفته بود و دنبال دلیل بودم. خب یعنی چی؟ چرا من؟ چرا این نه؟ چرا اون نه؟ چرا من؟ چرا بچه من؟ دختر خالم نه؟ پسر خالم نه؟ مثلا آفره. چرا من؟ چون همه زیبا بودن و همه قیافه خوب بود فقط من خب یعنی چی؟ و خیلی سختی ها من زیاد کشیدم. خودت به این باور رسیده بودی که تو چه شکلی؟ من به این باور رسیده بودم که من یه دونم تو دنیا به خاطر این که نه اینترنت بود نه چیزی. من فکر کردم فقط منم و مامانم. من یه روزی رفتم دکتر به دکتر گفتم که همون شکایت گفتم به دکتر چرا مثل من نیست؟ یعنی چی؟ شما دکتر روزی 10 تا مریض 20 تا مریض میبینی چرا مثل من نیست؟ کجاست؟ تو که میگو تو که دلداری میدی؟ تو که میگو نه چیزی نیست خیلی اینجوری هم خوب خیلی ها رو من نشون بده. یه روز همون روز به من گفتش 2 ساعت به من تایم بده میتونی بشینی؟ گفتم آره. نشستم 2 ساعت هیچ مردی ندیدم. بعد 2 ساعت رفتم توی همون موشی صدا میزن که برو دکتر کارت داره. رفتم دارم یه چادر اونجا روی صندلی روی آقایی بایستاده مثل من بود کنار من بود تو اون 2 ساعت برای تو چادر بود. کنار تو بود؟ آره. تو چرا ندیده بودیش؟ چون چادر داشت. یعنی یه مردی که دقیقاً بیماری تو رو داشت. آره. برای اینکه کسی نبینتش یا حرفی نزنه. آره. چادر سرش کشید. چادر سرش کرد. دقیقاً. و خب من اینجا دیگه داشتم میفهمیدم خیلی فاجعه است. باید یه کاری بکنم. برای خودم. اینجوری نمیشه. و خب رفتم به سمت دبیرستان و باز همین مشکل داشتم. جالبه تو این سن و سال هیچ وقت گفتگوی بین تو مامان چکل میگیره؟ یعنی مامان تو که این بیماری از طریق مادر تو به تو ارث رسیده هیچ وقت ازش سوال نمیکردی که چرا منو به دنیا و توجیه مامان تو چی بود؟ چرا میگفتم چرا منو به دنیا آوردی؟ چون که خودت اینجوری بودی چرا منو به دنیا آوردی؟ خب اولا علم اونقدر پزش در واقع پیش رفته نبود. شاید واسه همینه که دیگه بچه دار نشدم. چرا؟ برنده این که من داشتم این بود که مادرم مثل من بود. البته نمیتونم بگم برگ برنده یه نعمت. البته نعمت نمیدونم خیلی سخته خودت بگو اسمش چیه. این که مادر من مثل من بود و سختی های منو کشید و اون کاری که پدر مادر خودش به خودش کردن دیگه اون با من نکرد. چون پدر مادر خودش میگفتن نه نمیتونه اونا داره نه این فلانه. پس مهانی من میگفت نه خود برو قیمت کن خود برو جلو خودت برو اصلا خودتی خود برو جلو. و این خیلی حالا میگم شاید برگرانده اشتباه باشه نمیدونم ولی این یه نعمت بود. میتونی بسید بذاریم بچه تمایز تو مثلا. با مادرت برای اینکه آره. خانواده مادر تو انقدر پذیرای ماجرا نبودن. خب مادر تو این شده بودن. آره این مسیر رو طی کرده بود و اون جمله‌ای که تو تیزر ما هم پخش شد که فقط روزی که فرهاد رو بغل کردم گفتم که مادرم تو هم باید این مسیر رو ادامه بدی. دقیقا همینطوره. و خب کم کم رفتم به سمت شد برای یه قصه ای بسازه مامانه تو همون عالم کودکی که فرهاد میدونی تو چرا اینطوری مثلا یه قصه شبیه قصه فانتزی توی که برفتی برای همکلاسیت گفتی من آدم فضاییم مامانه تم یه چیزی نظیره این برات بسازه که آرومت کنه. نه چون من خودشو دیده بودم و توجیه نبود. اگر من شکلم تو چرا نشکلی پس خب بده من شکلم خودم چرا نمیشد. نه واقعا اینطوری نبود. و اینکه من بچگی خیلی سوال میکردم خیلی برام همه چیز سوال بود خیلی هم حرف میزنم مثل من. پس اینجا خیلی شبیه همین دیگه منم خیلی حرف میزنم. و این که خب کم کم که وارد این هم داشتم میگفتم که شاید خیلی دا فکر کنم که دبستان رفت پس راهنمایی رو دیگه اوکی شد. نه راهنمایی هم اسم نمی نوشتن دبستان هم اسم نمی نوشتن
و باز همین پروسه تکرار و تکرار و تکرار و تا اینکه من دیپلم بگیرم راحت شم. فقط همین، یعنی حتی تو مقطع راهنمایی و دبیرستان، با اینکه تو می‌دونستم تو کاملا یه پسر به لحاظ مغزی در سلامتی. درس چجوری بود تو دبستان؟ من خوب نبود ولی بعدن نبود، مثلا من 18 بودم بیشتر موقع. 18 چیز بدی نیست، 18 خوبه. خوب همیشه تو ایران 20 سنه. 20 تای از زمان ما البته 20 تای عبدخیاری هم زیاد بود، همینجوری 20 می‌دادن به هم دیگه. ولی راهنمایی و دبیرستان مدرسه به مادر تو و تو میگه که تو رو نمی‌پذیریم. اینا دیگه چی میگن؟ دلیلشون چیه؟ هیچ، بغل دستی میترسه. بغل دستی میترسه؟ آره، بچه‌ها وحشت میکنن. اصلا بچه‌ها یادش میره دست. جلب توجه میکنه. و اونجاها من خودت قبول داشتی این حرفو فراد؟ خودم؟ آره. خب مامانم خیلی فداکاری کرد چون من نمی‌رفت. فقط من گریه‌ها رو میدیدم. بعد سوال میشد. بعد جرأت نداشتم بپرسم. یعنی خوب نبود بسرم، یعنی حس خوبی نداشتم، ولی میگفتم باز همون داستانه و میخونم تو خودم، ولی همش میگفتم میشه دیگه بالاخره. تو این گذر رشته، تو این بزرگ شدن آدم تنها و تنها تری شدی؟ بله، من هرچی بزرگتر میشدم به جای اینکه در واقع اجتماعی تر شدی بشم، تو خودتر، تنها تر و خیلی تنها. و خیلی وقتا من توی تاکسی، مثلا یه روزی داشتم توی تاکسی می‌رفتم و نشسته بودم عقب ماشین صف چپ، بعد دو تا خانم در واقع می‌کنن، در سری می‌بندن. من گفتم شاید مسیرشون این نبوده. بعد میرن به راننده چیزی می‌گن و راننده میاد این بعد هم دیالوگای داره میاد. بعد اومد گفت داداش پیدا نمیشه، اینا تو رو دیدن سوار نمیشن، من می‌خوام برم مسافر بزنم به خاطر تو. منم اوکی زیاده شدم، ولی یک رو جلوی من نگفت میدامات یه نفر و اون یه نفر جای من بود. چه تصویر عجیبی. به چی فکر میکردی تو اون لحظه هایی که جلوی دنبال یه مسافر میگشت جز تو؟ آره اینقدر بچه بود. اگه من مثلا 15 سال دیگه یه صورتم میسوخت، این اتفاق میافتاد، حالا خیلی بد میشد. الان بد شد ولی عادی شده بود، این بی توجهی عادی شده بود. این تفاوت گذاشتن بین من و یکی دیگه به خاطر یه ماسکی که اینجاست و انتخابش دست من نبوده دیگه عادی بود. یعنی از بد به تولد با تو بود و تو هیچ نقشی نداشتی توش. حالا با یه فرهاد نوجوان مواجهی، اونم یه پسر، بالاخره با همه این مختصاتی که قصد که مخواد پا پیدا کنه، قصد که مخواد پیدا. خب حالا بریم درآمد داشته باشه، مثل پسر خانم، مثل همسایه، مثل همه. من مثل همه بودم انسان، ولی مثل همه نبودم. یعنی مغزت، روانت، درونت، قلبت کاملا شبیه آدم هایی که بغلت دارن زندگی میکنن. نمیخوام بگم فراتر، ولی حتی فراتر، چون حالا اونایی که بیماری نمیگذن میگن که اون دکتر هم به من گفت تو 10-15% روشت بیشتر عادی، در واقع بیشتر از آدم های عادیه. یعنی به مادرم هم گفت، گفتم تستش اینم اینش، من به خاطر اینا تونستم به مدرسه که یه ذره ثابت کنم منم مثل همه. و اینکه کم کم رفتم به سمت دبیرستان و اینکه کار پیدا کنم، خب وقتی که در واقع اگر یادت باشه اون موقع 10-15 سال پیش سوشال میدیایی نبود، یه دنیای مجازی نبود که نمونه کاراتو بتونی به گوش سری بفرستی. یه اینترنت دایلاپی بود که صدای هندن ماشین میداد، یه رو بابا وای میسدی تا این بیاد بالا، بعد یه دونه میخواست سر کلیک کنی میاد تو نار میخوری میومد تا این بیاد بالا. من همه خونه هم میفهمیدم میخوای بری تو اینترنت، بوق مسخره اتوبوسی داشت، همه خبردار میشد. بعد این خب من نمونه کارامو، خب من گرافیک کار میکردم. تو چی شد که علاقه من به حوزه گرافیک و اینا شدی؟ من تنهایی بودم و خیلی علاقه من به موسیقی و هنر بودم که حتی به خاطر تنهایی 3-4-5 ساز های مختلف رو
یاد گرفتم و همیشه میگفتم اینا خواهر برادرای من و آخر دعوت من کرد. آها این فرد میتونیم محصول این سیر رو که تو به سمت فضای هنری موسیقی یا گرافیک میری رو در واقع علتش رو تنها شدن تو بدونم. همین بوده. من خب خیلی هیجان میخواستم و این هیجان رو موسیقی رو من میدم و خیلی جالبه که میگم من فقط یک استاد داشتم و اونم سنتور بقیه سازات خودم میگرفتم و این استعداد بود و اونجا فهمیدم من استعداد دارم. گرافیک از کجا میاد؟ گرافیک از نقاشی، از نوشتن، از اونکه شاید یک بچه مثل تو دوره نوجوانی خیلی علاقه‌ای به نقاشی پیدا نکنه ها؟ نه من چه بچه بود 5-6 ساله بود مادرم خب دوست داشت که من چون نقاش خودش دوست داشت من همین کار رو بکنم و این زیرشهی بود. اولی نقاشی که میکشیدی چی بود؟ اصف نماده سعی میکردی توی نقاشید مامان تو اغراق شده بکشی؟ نه به خاطر اینکه وقتی به دنیا اومدم و دیدمش اونو دیدم و اون یه فرشته بود که برای من رفت. اصلا چهره رو نمیدم چون خودم همینطوری هم و اینکه من باهاش عادت کرده بودم و برای من فرق نداشت برای دیدنان فرق داشت. تو موسیقی رو شروع میکنی میری سراغ گرافیک و یه اتفاق عجیب میفته یهویی علاقه‌ای در تو متبلور میشه به اسم عکاسی پورتره از صورت آدم ها. خب من اگر اجازه بدید دوست دارم که خودم برسم بهش به خاطر اینکه فکر میکنم جذاب باشه برای شما. اون هم این بود که من دیگه رفتم تو پروسه اینکه کار پیدا کنم روزنامه همشهری نیازمندی ها باز خب فلان زنگ بزن من کار من اسمم ایرانی فلان نمونه کار ایمیل میدادم و آقای کارتون خیلی خوبه حتما فردا تشریف بیاریم مصاحبه شما اصلا همین الان یک شد و اصلا قبول شده اوکی بیا میرفتم خیلی اوکی به من نگاه میکرد سرش میده خواهیم میگفت نداریم بودم چی؟ گفت نداریم نمیخواهیم بودم چی؟ من چیزی نخواستم من هم مثل کار گفت نه نیست نیستش مسئول نیست منم بیرون فرداش منم بیرون فرداش. یعنی تو نمونه کاراتو که میفرستادی خوش میومد سری دعوت به کار میشه تا میدیدنت میپیچوند. نداریم اصلا چی نداریم سوپرمارکت نمیدونم چی نداریم اصلا هول میکرد نداریم و اینکه دیگه کم کم اینجا بود که من متوجه شدم که نخیر دیگه قضیه چطه. من فکر میکردم دیگه اینجا چند سالت فرا؟ 18-19 سال گفتم او تا الان اینه فرقش بدتر میشه که پوسته بیزینس و پوسته ازدواج و پوسته همینجوری پس من باید چکار کنم و خیلی از روزها میامدم خونه و خیلی سخت گفتنش ولی خب خیلی گریه میکردم توی بالش داد میزنم که مثلا مامانم نشنمه که من توی همچین مشکلی دارم. میگفتن نه اوکی همه چی نه کار پیدا شد بعد میرفتن خونه دوستان یه هفته بعد میگفتن نه اینا میخوان پول نه نه کار آزمون میخوان من اینجوری نمیخوام من پول میخوام. بعد چون نمیخواستم دوباره شکست بخوره مامانم چون دوباره اندن دوباره همچنی نه همه این فریادا و ناراحتیت باز تو خلوتت بود همیشه و انقدر فریاد زیاد بود که بالش نجات هم میداد چون میتونستم با تمام وجود داد بزنم و کسی نشنم. یعنی بالشو میذاشت جلو دهن کسی داد نشنم داد بزنم که اصلا کسی نشنم به خاطر اینکه خیلی برای من سخت بود که میدیدم مثلا پسر همسایه میره کلاس گوتار بعد میاد 10 جلسه رفته نمیتونه چیزات بگیره من یه لحظه میگورم 2-3 ساعت من 2-3 ساعت قرض بده اینقدر میزنم در میارم یا بعد میدونم گوتار رو میره بعد اون تو تو همون سنم 3-4 تا مهارت داشت یعنی هم گرافیک میفهمیدی موسیقی میفهمیدی؟ نه گرافیک نمیفهمیدم موزیک میفهمیدم گرافیک دیگه رفت تو دو هنرستان وارد هنرستان میشی؟ بله من بزرگترین پول رابطه هم موزیک زدن هم بود یعنی دنبال یه ترفند بودم گفتم اوکی اینجوری ترفند پیدا کنیم برای اینکه
احسان علیخانی بیاد بگه چه خوب بزنه، فلانی بیاد بگه آها تو دنبال یه شیوه میگشتی که آدم ها شبیه اون آبخوره تو مدرسه نباشه که یه قدم برن عقب. دنبال یه شیوه ارتباطی میگشتی که آدم ها به سمتت قدم بردن. دقیقا فهمیدی موسیقی و ساز زدن میتونه این کمک رو بکنه که آدم ها فراتر از اینکه به صورتت نگاه کنن به سرانگشتات نگاه کنن که داری چیکار میکنی. ببین این چه احساس ما رو چیز کرد مقاله اون آنگار هم میزنید اون فلان که بتونیم دیالوگ همین از اصلا شما که میبینید پیش من یه رو بیشتر بمانید همین. آه تو این مشکل داشتی که کسی با تو حرف نمیزن؟ آره چون که میگو خوب میدونی چطور اصلا میرم بابا من مثل تو هم همیشه اوکی و خندتون من که خیلی راحت میگیره خیلی بانمکه و این که خب حالا شما فرض کنید میرفت انرژی میگرفتی خب اه بهت گفتن چقدر تو دمت کنم باید کرد و فلان بعد میدید خیابون یکی نگاهت میکنه یه چیز جالب میخوام بگم خدا رو شکر یک کلمه دیگه که همه امکان نداره یعنی به نظر من دروغه اگه کسی بگه که عزیز من مرده من میگم خدا رو شکر موقعی میگن که حالشون خوبه یعنی یه اتفاق خدا رو شکر داره اتفاقا میفته خدا رو شکر یا هنوز اتفاقا وحشتناک نیفتاد خدا رو شکر بعد من این خدا رو شکر واسه من یه چیز وحشتناک. چرا؟ من سخابو داشتم میرفتم طرف تو صورت هم نگاه میکرد او مثلا این علنا میگو خدا رو شکر من شکر نیستم دوباره اون سازا و اون همه پرستیج که درست میکردم برای خودم همش میریخت دوباره میدهتم دوباره که نداریم نیست فلان بعد فشار خانواده به من لطف داشت به من میگفت ببین تو دیگه کسی بهت قهار نمیده تو باید آخر عمرت با ما قهار کنی این کارو بکن چی بهتر از بعد کاری که من اصلا دوستش نداشتم بیزار بودم من از تجارت خوشم نمیام دوستان جنس بخرم بفروشم تو درمون من نیست بلد نیستم شاید اعتماد به نفسشو ندارم شاید اصلا اینه اون موقع همین بود چون الان من برام همون کارو میکنم حالا واردش نمیشم قطعا اون موقع این بود روشو نداشتم احسان برم بگم که خب ما یه جنسی داریم اینجوری اونجوری فلانه نمیتونستم و میگفتم من اون قبل ریشو درک نمیکنم گفت تو تنبل تو اصلا چیز نمیخوا کار کنی حالا بیا توضیح بده که بابا من دردم چیزی رو بگه فرهاد باید سرعت بدیم به قصه به هم مهمون داریم هم آیتم داریم چی شد که فرهاد دوربین دستش گرفت و شد عکاس پورتره خیلی برای من اتفاقی بود من سالها هر جا میرفتم حالا دوست فامیلی خیلی جاها هیچ وقت کسی به من نمیگفت که بیا با هم عکس بگیریم همیشه میگفتن یه عکس همه میگذیم بعد من انتظارش خب بعدش بگه خب تو هم بیا بعد میزدم میرفتم خیلی ناراحت بودم سالها بعد به خودم گفتم شاید یه پیغامه شاید تو به عکاسی گفتم من زیبا نیستم ولی تو رو زیبا میکنم این شعار اومد تو ذهنم گفتم من صورت زیبایی ندارم ولی زیبا که میبینم زیبا که انتخاب میکنم و این شد که کم کم تو دانشگاه بازم موزیک کار میکردم بازم اصلا ربطی نداشت اصلا هیچی دیگه باز سخت بود که شما دوباره حالا مشتری بیاری جلوی من اصلا اعتماد کنیم که بیاری جلوی دوربین من حالا این هم باز پروسه داشت آره این که یه کسی بپذیره بیاد جلوی دوربین تو بشینه که تو عکاسی پورتو ازش داشت اصلا این هم پروسه داشت که اصلا بیاد پیش من رفتم تو دانشگاه از دوستان خواهش کردم البته من میتونم یه چیزی تعریف کنم من بزرگترین اتفاق زندگی وقتی بود که خب من با فامیل کار میکردم خانم من تجارت بود چه پارکی داشتم راه میرفتم خب پارک رو بکنیم من روش صندلی داشت همین که داشتم راه میرفتم همه میگفتن همین نگاه میکردن یکی بکرم میزد به این یکی سریع اینجوری میکرد یکی میخندید یکی مسخره میکرد یکی هر کسی یه اکسان عمل نشون میداد خب من به خاطر موقعیتم هر جا میرفتم راجبم حرف بود ترجیحاً خوب نبود میگفتن چی میخواد
به خودم گفتم که فکر کن یه آدم خیلی معروفی، خیلی معروف، حاصلتش هم عمل کرده، تو کن اونی یه آدم فوق العاده سوپرستار که انقدر هر جا میره نگاه تو کنن. و اونجا شد که استعفا نوشتم، گفتم من دیگه کار نمیکنم، کاری که شما بخواید نمیکنم، من کاری که خودم بخواهم میکنم. و اونجا انقلاب زندگی من به وجود اومد و رفتم، بازم کار نبود، خودمونه، بازم کار نبود، رفتم فقط دنبال علاقه. همین علاقش هم کار نیست بایی با حال اون موقع. دقیقا، بله من خیلی دیگه. بعد رفتم تو دانشگاه و من دو سال بود که میرفتم جلوی در دانشگاه برون پا میلرزید، چون داشتم میرفتم یه جایی که هم دختر بود هم پسر و هم سن من، من هم آدمی نبودم که خیلی خیلی تو خودم بودم. رفتم اونجا که همه نگاه میکنن، برگشتم نتونستم، تمام دست و پا میلرزید. سال دوم رفتم، گفتم دیگه تمومه و بریم. رفتم تو دانشگاه و یه چیز جالبی گذاشتم، یه سالن آمفی‌تئاتر بود که باید تست میداد سنتی پا، گفتش سنتی هایی و پا بیم و من شدم وسط. جوری تلفیقی؟ نه تلفیق جلو بود، من شدم وسط و استاد خب من دیده برام عادی شده، من دید گفتش اعتمانه مشکلی تو دارید وسط میشست، من هم عادی بودم و گفت اونایی که فلان سازو میزنن دست من دستم، اونایی که فلان سازو میزنن هرچی میگو من پنشش با دستم اومد بالا. و به من گفت بیا اینجا، خب یه حالت خیلی بد، خیلی بد، که اصلا اینگاه تو چی میخوای؟ گفتم که گفت تو چی میگو هرچی میگو دستت بالا؟ گفتم من این سازو میزنم، اون سازو میزنم. اونجا بزرگترین اتفاق من افتاد، گوه گلاس میگو بزن و من زدم همه رو و اونجا انقلاب شد و تمام اتفاقات خوب برای به وجود اومد. یعنی بالاخره اون شیوه ارتباطی تو اینجا جواب بعد 20 سال. بریم یه آیتم زندگی فرهاد رو با هم دیگه تماشا کنیم. به یه جای مهم در زندگیش میرسیم و یک مهمانی که باید دعوتش کنیم. وقتی دیدم خیلی ناراحت شدم، ناراحت شدم نه به خاطر اینکه تمام خاطرات خودم جلو چشم اومد و گفتم حالا باید این سختی بکشه، گفتم حالا باید این سختی بکشه و خیلی ناراحت بودم، برای فرهاد ناراحت بودم. سندروم تریچر کولینز که از بیماری‌های مادرزادی هستش که عامل ایجادش روی کروموزوم 5 قرار گرفته. همطور که می‌دونیم هر آدمی 46 تا کروموزوم داره که به صورت 23 جفت کروموزوم هستن. یکی از پدر ارث میرسه، یکی از مادر. کروموزوم 5 یکی از بزرگترین کروموزوم هاست که 181 میلیون ژن روش قرار داره. یکی از این ژن‌ها اسمش هست TCOF1 یا وان. وقتی که این ژن تغییر توش ایجاد بشه، بیماری تریچر کولینز به وجود میاد. میرفتم خیابون که نگاه های مردم، حتی به خود من، فرهاد، بالاخره ناراحت میشدم، مسخره کردن و نگاه های مردم، تعجب میکردن. خیلی فرهاد خدا رو شکر تغییر کرده، ولی متاسفانه اکثرا این بیماران چون از هوش خیلی خوب حتی برخوردارن، عادی یا خیلی خوب برخوردارن، چیزی که بیشتر زجرشون میده برخوردهای اجتماعی هستش. موقع بعد سه رفتن خب خیلی اذیت شدم، خیلی خیلی اذیت شدم، حتی یک سالم نرفت مدرسه، توی خونه درس بود. یک جامعه مترقی اونا رو میپذیره. به نظر من هیچ فرق نمی کنه شما سندروم گلدن هار داشته باشین، نصف صورتتون نباشه، کروزوم داشته باشین یا تریچر کولینز داشته باشین، چه فرقی می کنه؟ مهم روحتونه. و خب فرهاد یه روح خیلی خیلی بزرگ با استعداد بی نظیر داره. دیگه سخت در اینجا بعضی از موفقیت های فرهاد و اینا کجای زندگیش بود؟ و
مراسم خواستگاریش، خواستگاری که رفته بودم. اون جلسه که فرهاد دیدم احساس کردم که فرهاد یه توجه خاصی نسبت به مهسا داره و خودشم گفتم. خب وقتی که رفته بودم خواستگاری همش دلشوره داشتم، نگران بودم که اگه وقت جواب نه بگم فرهاد دوباره روحیش رو دست بده چی؟ چهره فرهاد یه جوریه که شما در جلسه اول دوم که می‌بینی یه مقدار حسمش، یعنی قبول کردنش راحت نیست. نه اینکه میخوام بگم غیر ممکنه، راحت نیست. واقعا دخترم خیلی دوستش دارم، خیلی. بیشتر نگرانی ما از این که در آینده بچه تو بیاد. آره، یعنی ژنتیکی قرار شد. آره آره. ولی وقتی خودش صحبت کرد که دکترش اطمینان داده که نه این کار نیست و یا انقدر علم پیشرفت کرده که میتونن به راحتی این تغییر ژن بدن، یعنی دست ببرن توی ژن و این چیزا، برای انتخاب ما راحت تر. ببین چقدر صفات خوب توی وجود فرهاد هست، چقدر خوبیا داره، خوب چیز داره که این دختر منو به طرف خودش جلب کرده. یعنی با این شرایطی که داره قبول کرده که باهاش زندگی بکنه. خب حتما خصوصیات خوبی توی وجود فرهاد هست که انتخاب کرده. خب و واقعیت بعد از چند جلسه دیدن فرهاد دیدن، منم همون احساسی رو پیدا کردم که مهسا پیدا کرده بود. از همه چالش‌هایی که گفتی یکیش خیلی پررنگ‌تر بود که چند دقیقه قبل راجع بهش حرف زد و اونم ماجرای ازدواج. بذار بگم و تو هم تعریف کن. اولی خواستگاری که رفتی چه اتفاقی افتاد؟ خب من اولا که خیلی جرأت نداشتم اون کارو بکنم و یه چیزی تقریبا میتونم بگم اولیش با دومیش 10 سال اختلاف داشت. اصلا به خیال بودم. چه اتفاقی تو اولی افتاد که رفتی 10 سال بعد؟ آره اولی خب خیلی سریع بگم که خیلی قشنگ به من گفتن که حالا لازمه بگم که گفت که نگفت. نه لازم نیست بگیم. گفتن که تو باید تو بشقاب گذاشتنی باشی و ما تو رو بزنیم جلوی مهمون و تو اصلا اینطوری نیست. نفهمیدم چی؟ تو بشقاب گذاشتنی باشی بزنیم جلوی مهمون. حالا نمیدونم مثال. آها یعنی منظورش احتمالاً این بودی که ما یه دومادی می‌خوایم که آره دیگه انقدر خفن باشه که بذاریمش تو بشقاب، بذاریم جلو مهمون مثلا شو بدیم یا نمایش بدیم. آره با تو اونجوری نیست. با تو گفتن تو اونجوری نیست؟ نه با تو آبرو مالا میگونه که ولی اصلا ولی خب 10 سال میگذره و تو به یک دختر خانمی علاقه مند میشی و کلی بنبست ها و موانع جدید اتفاق میفته. من دعوت میکنم همسر شما رو از اینجا بعد با ایشون حرف بزنیم، چون تو این وسط این ماجرای عاشقانه این زوج سرکله ماحصل هم پیدا شد که اتفاقا بدتر شد اوضاع. همه جا ما فهم میکنم میتونیم همه رو به هم دیگه برسونیم، اینجا خیلی اوضاع خراب شد. بفرمایید من دعوتشون میکنم تشریف بیارن. مال چند سال پیش ماجرا؟ دو سه سال پیش توی دانشگاهی که داری درس میخونی. اینقدر اون دیالوگی که 10 سال قبل شنیده بودی بد بوده که ممکن بوده که جرأت هم نکنید ابراز علاقه کنید. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. مرسی. میشنید حرفای فرهادو؟ بله.
الان کلی سوال برای آدم ها پیش میاد که من باید همه این سوالات رو بپرسم و شما جواب بدید. این درگوشی حرفی که زده شنید این 10 سال قبل جو رفته بوده خواستگاری گفتن ما دوماد میخوایم تو بشقاب بذاریم و تو اون نیستی؟ نه من اون پشت بودم متوجه نشد. شما که دوماد نمیخواستید تو بشقاب بذاریم؟ نه. روزی که ماجرای شروع میشه و اصطلاحا کلید میخوره تو اصلا در دلت فکرشو میکردی که این خانم بپذیره حتی؟ خب من استایل زندگیم یک دفعه متفاوت شد از طریق همون دانشگاه و اینا و بسیار اعتماد به نفسم زیاد شد ولی فقط جهت این رو که آشنا بشم و یه نوری تو اون تاریکی می دیدم گفتم حالا شاید اتفاق افتاد و خیلی سعی کردم توکل کنم و ببینم خدا رو هر چی که شد تا الان اوکی شد چه بقیهش رو میدونم اگه تو بخوای میشه. فرای سوالی رو صریح میتونم از خانومت بپرسم؟ اولین باری که تو دانشگاه دیدینش چه احساسی داشتید واقعا؟ مثل بقیه آدم ها که تو خیابون یا حتی تو دانشگاه میدیدم فرهادو برام خب یه جور عجیبه بود. براتون عجیب بود؟ بله یعنی براتون ترسناک نبود؟ نه ترسناک نبود برام جالب بود عجیب بود که چرا این شکلیه و به هیچ وجه روز نداشتین حتی تو فضای دانشگاهی و همکلاسی ارتباطی برقرار کنی یا حرفی بزنید؟ نه گارد... یعنی حس اولیه شماست؟ بله مثلا حتی گاردم داشتم که خیلی سمتش نرم. خب چی میشه این گارد از بین میره؟ اگه بگی فرمول شفا بخش کلی آدم داد. من فقط سعی کردم که چون میدیدم این گارد رو و سعی میکردم که دوستان عزیز این که سیریش نشید جلو نرید زیادی سعی کنیم که یک کاری بکنید اعتماد کنن بهتون و این 25 سال سابقه است که من یاد گرفتم که سعی کنم که آدم خوب باشم و به هم اعتماد کنن. من فقط خواستم به هم اعتماد کنه بعد اعتماد کردیم یواش 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 خواستم و گفتم بهشون. اولین باری که به شما گفت که من دوست دارم با شما ازدواج کنم چه بوفه بود داشتیم غذا میخوریم چه ده. احساسی بهتون دست داشت؟ چی میگه این؟ آره اولش خیلی تعجب کردم و سعی کردم عکس العمل نشون ندم که ناراحت بش و بهش گفتم که باشه حالا مثلا راجبش فکر میکنم. موقعی گفتیم باشه ولی مطمئن بودی که هرگز این کارو نمیکنی؟ نمیکنم چون همش تو ذهنم بود که من هیچ وقت پدر مادرم قبول نمیکنم من با همچین آدمی ازدواج کنم. باز یه چیز جالب بهشون گفتن شنبه بهت خبر میدم. هنوز شنبه نشد. آره هنوز بله چی شد تا شنبه دی؟ اصلا از بکنم موضوع ذهنتون رفت فکر میکردی بهش؟ نه دیگه. خب چی این کنی؟ سکوت علامت رضایت دیگه. آره دیگه فردا شنبه است و هیچ وقت بهش خبر ندادی؟ نه دیگه سکوت علامت رضایت. آو سکوت علامت رضاست. البته ایشون اون موقع رضایت نداشتن قطعا فقط خواستن منو بشناسن. بله منم اصلا دوستان عزیز پیشنهاد مستقیم ندید گفتم که میتونی فکر کنی و به هم جواب نده اصلا و الان نمیخوام جواب بشنم. این رمزی که فرهاد اومد جلو ابراز علاقه میکرد ولی خب بعضی وقتا عقب نشینی میکرد که ببینه مثلا علاقه من یا چه شکلی نسبت به از کی شما شروع کردیم با خانواده صحبت کردن که یعنی خودتو شما خودت اول قانع شدی و حالا داری تلاش میکنی که خانواده رو راضی کنی چه اتفاقی میفته؟ اون اعتماد جلب میشه؟ بس. همه اون تصویرهایی که هر دختری ممکنه داشته باشه راجبش واضح و سریع حرف بزنیم همه اون ایدئالا همه اون فاکتورها میاد کنار و شما چیزی درش کشف میکنید که برید برای این ماجرا با خانواده بجنگید که نه انتخاب من فرهاد چه اتفاقی میفته؟ خب من چیزایی توی فرهاد دیدم که توی خودم نمیدیدم یعنی من احساس کردم که با فرهاد یک آدم کاملی هستم. مثلا شجاعت، اعتماد به نفس بالا. آره اعتماد به نفسشو قبول میکنم دیگه.
همین کافیه؟ اعتماد به نفس و شجاعت؟ و اینکه میتونم بهش تکیه کنم. به نظر من یه زن چی میخواد از طرف مقابلش؟ تکیه کردن بهش. آها، و شما به این شناخت رسیدین که میتونم به فرهاد میتونه تکیه گاه باشه. بله. اون فرهاد چه جمله ساده و درستی. یه زن چی میخواد؟ تکیه گاه. خود تکیه گاه بودن ممکنه هزار تا فاکتور توش باشه ها، اما این شکلیه که خیلی مهمه. و حالا شروع کردیم برای اینکه خانواده رو راضی کردن. بله. اولین جوابشون به شما اینه که نه. نه. نه شکم خیلی محکم بود. چی بود نه؟ محکم بود و یعنی میگفتن اصلا غیر ممکنه. یعنی من به خواهرشون گفتم. بچه خیلی تو دوربین لانگین به طرز عجیبی داره تو ریتم گفتگو داره اذیت میکنه کاملا. خب؟ وقتی که گفتم به خواهرشون، خواهر بزرگترشون گفتن اصلا غیر ممکنه. و اصلا امکان نه، اصلا نه رو سمتش. و من چون معجزه رو و ایمان و توکل و حالا نمیخوام خیلی اینجوری صحبت کنم، دوستان رو واقعیت رو بگم، من چون خیلی به خدا نزدیک بودم یه چیزی به من میگفت اگه تو الان تونستی از این به من میتونی، همش رو گفت و خیالتو راحت میکرد. آره، گفت باید بتونم. اصلا نمیشه نمیشه. بریم به سرعت آگهی ها رو با هم تماشا کنیم. ذکر این نکته رو به جهت ایشون به یه شناختی رسید از فرهاد که میگه وقتی فهمیدم که میتونم بهش تکیه کنم خیالم راحت شد. بدون تردید تو این موضوعات تکیه گاه تر از شما وجود نداره اگر راجع به غم و قصه طایفه و تباری داریم صحبت میکنیم. به اسم کسایی که در حبس و زندانن به جهت موضوعات مالی غیر عمد و خانواده هاشون سرگردون، به معنای واقعی کلمه سرگردون، با معضلاتی که شاید باور نکنیم. شما الان کنار هم نشستین روز تعطیل، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، حتما گله دارید، خودتون مسئله دارید، مشکل دارید، اما مشکلات این خانواده ها به مراتب از خود کسایی که تو زندانن بیشتر و بیشتر. دمتون گرم اگر که بیایید وسط و بتونیم ماجرا رو حل کنیم، تا اونجایی که میتونیم هر چقدر بیشتر بهتر در ایام ماه مبارک رمضان. به راحتی شما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 40 مربع هر چقدر که در توانتونه، ترجیحاً به جهت این تراکنش ها باید از 2000 تومان به بالا باشه. میدونم برای بعض 2000 تومان هم پول مهمی محسوب میشه، شوخی نمی کنم، جدی میگم. همین که در نیتش در قلبتون هست کافیه. اونایی که میتونن بسم الله، هر چقدر بیشتر بتونیم زندانیا رو آزاد کنیم، احوال خوش و انرژی بزرگی تو خونشون بردیم. انقدر دیدم میخوام تصاویرشون رو پخش کنم ولی آبرودارن، یعنی لحظاتی رو میبینید که حیرت میکنید و باورتون شاید نشه. همین شما تکیه گاهین تو این ماجرا ولا غیر. بریم آگهی‌ها رو ببینیم برمیگردیم. بریم سراغ گفتگومون. رسیدیم به یه جای مهم که میخوام یه نکته ای رو توضیح بدم. به فرهادم گفتم، فرهادم خودش میدونه. اگه جایی نمیدونم، حالا فرهاد میگه که ما میتونیم کمک کنیم، بذار جای فرهاد حرف بزنیم، مردم بدونن چه اشکال نداره. باز تکرار میکنم، دوستای من میگفتن نه خب این خوب نیست برای تو، برای ما اصل. فرهاد جای فکر میکرد که برای راضی کردن خانواده شما پارسال من یا ماحصل میتونیم کمک کنیم، بیایم جلو و خانواده شما بگن آخه چون مثلا علی خانی و ماحصل در کاره، باشه دیگه این دو تا ازدواج کنن. پدر شما گفت چی؟ ماحصل علی خانی عمرن، تو میخوای دختر منو بگیری ببری تو ماحصل عمرن؟ 100 سال نمیدم. خراب شد، فاجعه شد. از اینجا به بعد چی شد؟ چجوری جمع کردید ماجرا رو؟ خب گذر زمان، من سعی کردم که با زمان در واقع بتونم اثبات کنم که این موضوع نیست و ما همیقدر دوست داریم. چجوری بابا تو راضی کردی شما؟ بهش چی گفتی که خیالش راحت شد؟ گریه کردی؟ پاتو کوبیدی زمین؟ یا نه بهش گفتی پدر من به این دلیل به این دلیل به این دلیل فرهاد مرد مورد علاقه من؟ دلیل که براش آوردم و همونطور که فرهاد گفت گذر زمان، یک سال طول کشید تا پدر مادر من رضا. در نهایت چه جمله ای از شما پدر شما رو وانه کرد؟ هم بتونم بگم؟ بگو. که یه کار خیلی سخت از من خواستن، اما تا ایشون که به من بگم گو اگه واقعا میخواد بیاد اینجا با هم صحبت کنه. و این کار سختی بود؟ و
برای من آره، چون من بعد میرفتم 30 سال سختی میمد جلو چشما، بعد حق میدادم بهش خیلی، چون که اون 10 سال پیشم که اون خاطره بود خیلی سخت. خب تو چی گفتی تو اون گفتگو با پدر خانم؟ ایشون که گفتن که فرهاد با این جزیه گفت بیاد صحبت کنیم و رفتم اونجا، خیلی برام سخت بود و تونستم باهاشون صحبت کنم و خیلی واقعیت و صادقانه همه چی رو گفتم. مهمترین جمله چی بود که خیال باباشو راحت کرد؟ من؟ آره. اون چیزی که تا نشستم، خب ایشون قطعا براشون سوال بود که چهره من چی میگه، اصلا قطعا برای همه سواله. من نشستم 5 دقیقه که نشستم گفتم میدونم الان از سوالتون چهره منه، خیلی روک. و این یه دفعه ایشون یک کمی برگشت و بعد دیگه کاملا توضیح دادم و از کارم گفتم، از همه چی، از فکرم آینده، حالا همه چی. فراد من یه ذره میتونم راحت حرف بزنم چون فراد رفیقمونه. بله. فامیل دوستاتون آشنا نگفتن اه چه کاری داری میکنی دختر؟ اصلا حواست هست داری چیکار؟ جو گرفتتت؟ گول خوردی؟ جادو شدی؟ بله همه اینا رو به قول خودی جادو شدی؟ خیلی شدی. چی میگفتیم بهشون؟ من سکوت میگم، من حرفاشون رو شنیدم اما گوش ندادم به حرفاشون، یعنی برای مهم نبود و این بهشون حق میدادم، چون من خودم هم اول که فرهاد دیدم خب همین حس رو داشتم دیگه نسبت به فرهاد. برام عجیب، آدم عجیبی بود و اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که من اصلا با این آدم ازدواج کنم. و یه سوال راحت‌تر دیگه بپرسم، فقط دلتون سوخت کی؟ از سر دلسوزی ازدواج کردیم باش؟ اصلا من یه جمله میتونم بگم، حتما. من با قلب و اخلاق فرهاد ازدواج کردم. مفری در درون فرهاد اتفاق استثنایی هست با بقیه آدم ها به نظر شما؟ آره، همون که گفتم، همون شجاعتش، همون اعتماد به نفسش، قلب بزرگی که داره. و یه نکته پیش میاد، فرهاد با این که میتونه مثل خیلی های دیگه، الان ما کلی صورت نرمال ساده بله. داریم، آدم ها بیدلیل انگول میکنن صورت رو. فرهاد اگه جایی اعتقادش اینه که به هیچ وجه نمیخواد سراغ عمل زیبایی بره، با این که میتونه پیشرفت کرده پزشکی تو این حوزه و محکم وایساده میگه من همینم. من چرا فرهاد؟ به خاطر اینکه دوست داشتم که یک روزی به تمام مردم جهان یک چیزی رو نشون بدم. اونم این که اگر که احسان چهرش خوبه، به خاطر چهرش موفق نشد. احسان تو به خاطر چهرت احسان علیخانی نشدی، تو به خاطر ارادت شدی و این کار برای من به مراتب سخت‌تر بود. من خواستم اراده رو نشون بدم، همونطور که تو نشون دادی. یعنی دوست نداری چهرت رو عمل کنی؟ نه، به خاطر که دوست دارم اگر یه روزی مردم بگن این نماد قدرت بود، چون با چیزی با ته ناامیدی به اینجا رسید. فراد پذیرفتی، تو خودت به من گفتی، از خودت وام میگیرم و این حرفو میزنم، تو گفتی یه روزی، شاید هنوزم همینطور، تو یه بچه متفاوت، یه نوجوان، زندگی تو برای ما روایت کردی که یه جایی میشنیدی که آدم به تو میگفتن زشت. تو پذیرفتی زشتی نظر تو یعنی چی فراد؟ زشتی یک سلام است که خود آدم ها درستش کردن. شما ممکنه که دستیب رو گاز بزنی، از روبرو نگاه کنه خیلی زشت باشه، ولی از روبرو بزرگترین کمپانی دنیا باشه. فقط دید آدم ها باید تغییر کنه، نه اینکه با کلمه ها زندگی کنی، ما باید با نگاه همون زندگی کنی. تو پذیرفتی اینو؟ من عاشقشم، چون که تو این حکمت رو پذیرفتی. تو میگفتی یه روزی انقدر بالش رو میگرفتی رو دهنت میذاشتی و فریاد میزدی که خدای چرا من، مادرم چرا برای من باید این اتفاق بیفته؟ صورت من کتاب بود برای من و به هم یاد داد که خواستن توانستنه. ازدواج، کار، همه اینا برای من خیلی غیر ممکن بود، ولی باری چی؟ الان احساس میکنی با آرزوات رسیدی؟
آرزوم خیلی بزرگه ولی به بخش از آرزوم رسیدم. آرزوی بزرگترم داری؟ خیلی تازه شروع شده. امشب ساعت زنده بوده منه. من به مهسا گفتم امشب ان شاء الله به همه اون آرزوهایی که بگی راجبش فکر می‌کنی میرسه. گفتم امشب بزرگترین اتفاق زندگیمونه. نه من خیلی خوشحال باشه پیشخونم بزنیم. تازه کارمون شروع شده. اصلا تو خودت یه تنه پیروز شدی چون ما اومدیم ورود کنیم شما ازدواج کنیم بدتر شد. تو آخر خودت تونستی این کارو بکنی. بله. تو این شیوه رو میتونی یه روزی تدریس کنی به نظرم فرهاد. یک سوالی پیش میاد برای همه، سریع اینو من جواب بدید. این ازدواج ممکنه یه روزی اگه شما بخواید بچه دارشین یک ریسکی داره که این بیماری ژنتیکی از طریق فرهاد منتقل شه به بچه‌تون. به این فکر نکردین؟ نه، چون بچه دار شدن برای من اولویتی نداره فعلا. چون ما تازه استارت زندگی رو زدیم. یعنی اولویت شما الان چیه؟ فرهاد. اولویت من فرهاد. او مای گاد، خیلی رومانتیک تشریف دارید. من اصلا اسمم فرهاده و این یه چیزی به من گفت فرهاد و کوکن اصلا میتونی تو الان همون باشی. میگن یه بیستون کندن فرهاد نکاریست شگفت، شور شیرین به سر هر که فدت کوکن است. من ورژن جدیدی محصول تو عکاس فوق‌العاده‌ای هستی. ازت خواهش میکنم کنترات عکس این کارت ملی های ما رو بردار. همه شبیه دایناسوریم توش. یعنی اصلا چه عکسایی هستن می توی کارت ملی می دادن جدیدن هم خودتون می گیرید. اصلا عجیبیم، آدم های حالت غریبی نیستن خودشون. اصلا خیلی خوشحالم که حالتون خوبه، خیلی خوشحالم و خیلی ممنونم که اینقدر خوب راجع به درون فرهاد برای ما حرف زدید. ما فردا برنامه نداریم به جهت پخش والیبال. ماهتون عسل و تا پس فردا خدا نگهدار.